بزرگداشت مهندس امروز گرامی می‌داری یاد همرزم و همسنگر شورای بزرگوارمون زنده یاد مهندس یزدان حاج‌حمزه که هفته پیش به سوی ابدیت شتافت و پس از 6 دهه مبارزه و پایداری در برابر 2 دیکتاتوری رستگار شد. به روح پرفتوح اون درود می‌فرستیم. درود. می‌خواهم درود. درود. می‌خواهم همچنین فقدان این شخصیت شریف رو به خانواده محترم اون و همچنین به همه اعضای محترم شورای ملی مقاومت تسلیت بگم. میدونم که از درگذشت ناگهانی اون همه در غم و اندوه هستند. همچنین میخوام به طور خاص به مسئول شورا تسلیت و همدردی خودم رو ابراز کنم. شورای ملی مقاومت و خانواده بزرگ مقاومت ایران یک دوست گرانقدر، یک مبارز و مقاوم خستگی ناپذیر و یک انسان والا رو از دست داد. یک صاحب نظر برجسته و یک مدافع ثابت قدم خطوط و مرزبندی های این مقاومت که از 38 سال پیش در شورای ملی مقاومت عضویت داشت و حامل بسیاری ارزش های مبارزاتی و میهنی بود. در همین روزها در سراسر ایران یک قیام خروشان و آتشین علیه رژیم و شخص خامنه‌ای جریان داره. جوانهای دلیر و قهرمان به پا خواستن و به مراکز رژیم بی‌محابا حمله می‌کنند. این آتشفشان عظیم که این چنین فوران کرده یک حقیقتی رو اثبات می‌کنه که شورای ملی مقاومت سال‌هاست پرچم‌دار و نماینده اونه و اون سرنگونی رژیم به عنوان خواست مبرم جامعه ایرانه. آقای حاج‌حمزه در دفاع از همین حقیقت سالها در رنج و در تلاش بود. سالها در همین راستا در حال تحقیق و مطالعه بود و نتایج فعالیت‌های دقیق و مستمر و پرحوصله خودش رو در رسانه‌های مقاومت منتشر می‌کرد و به قول اون ترانه تباهی دهر رو به چشم مردم ایران پدیدار می‌کرد. آقای حاج‌حمزه رهرو پایدار و استوار مسیری بود که امروز همین قیام آفرینان در اون گام برمی‌دارند و به سوی سرنگونی تمامیت رژیم در حرکت هستند. اون در جبهه مبارزه می‌کرد که امروز جوان‌های ایران اون رو در خیابون‌های اکثر شهرها گسترش دادند. در سیاست داخلی و بین‌المللی ایران شورای ملی مقاومت به مرزبندی خدشه‌ناپذیر با رژیم ولایت فقیه شناخته میشه. به مرزبندی با شاه و شیخ شناخته میشه و آقای حاج‌حمزه با عزت و سربلندی تمام عمری رو
در دفاع از همین مرزبندی ها طی کرد. بی جهت نیست که در این سالها جیره‌خواران و ماموران رژیم آخوندی یا مزدوران همدست اونها بارها و بارها به اون حمله می کردند. من به یاد میارم سالهای زیادی رو از همون ابتدای آشنایی با آقای حاج حمزه تا مراحل بعد، مناسبات اون با مسئول شورا برایم بسیار بسیار چشمگیر بود. فراموش نمی کنم که در مباحث طولانی و پرپیچ و خم چگونه با تسلط کامل به بحث ها و نظرات مسعود راه رو با شور و هیجان و با استدلال هموار می کرد و به پیش می برد. اون همواره فعال و سرزنده بود و در هر شرایطی از گنجینه عظیم و ملی و میهنی شورای ملی مقاومت و مجاهدین دفاع می کرد. و باز از یاد نمی بریم زمانی که دولت راستگرای فرانسه برای خوشایند آخوندها و در زد و بند با خمینی جلاد، عده ای از مجاهدین و اعضای شورا از جمله آقای حاج حمزه رو به گابون تبعید کرد، در پاریس دستگیر کردن و اونها رو به گابون فرستادن و ایشون همراه با سایر خواهران و برادران به یک اعتصاب قضای طولانی در اونجا دست زدن و استقامت و ایستادگی کردن تا سرانجام به خصوص تحت تأثیر تحصنها و اعتصابهای جانانه مجاهدین و هواداران این مقاومت، دولت وقت در فرانسه ناچار به عقب نشینی شد و این اعتصاب طولانی به پیروزی رسید. صحنه های مثل اعتصاب قضا در گابون در مقابل چشم همه هست و شروع و ختمش رو همه میبینند. اما کار و مبارزه بیوقفه و مستمر و دفاع از ارزش های مبارزاتی و ایستادگی بر سر مرز سرخ های مقاومت، اون هم در برابر دشمن ضد بشری، نشون دادن ترفندها و مانورها و حیله های رژیم و طاقت و صبر و استواری نشون دادن، این کاریه که در ظاهر دیده نمیشه اما جوهر و خمیره‌ایه که کل مقاومت رو پیش برده و میبرد. امیدوارم و مطمئنم که جای آقای حاج حمزه رو یاران مقاومت پر خواهند کرد. جای اون در صفوف مقاومت ما خالی نخواهد موند و ارزش ها و فضیلت هایی که اون با یک عمر تلاش و مبارزه برای اثبات اون کوشید پیوسته باقی خواهد ماند و در میان نسل جوان با پیشتازی کانون های شورشی و ارتش آزادی و مجاهدان آزادی گسترش پیدا می کند. به روح پرفتوح اون درود می فرستی. درود، درود، درود. با تعظیم در برابر قیام شکوهمند خلق محروم ایران با انبوه شهیدان قهرمان و مجروحان آن، من و تعدادی از برادران می‌خواستیم چند کلامی درباره همرزم شورایی و دوست و پشتیبان وفادار مجاهدین مهندس یزدان حاج حمزه صحبت کنیم. همونطور که شنیدید، در نخستین ساعات بامداد دوشنبه 27 آبان یکی از اعضای قدیمی، استوار و برجسته شورای ملی مقاومت مهندس یزدان حاج حمزه پس از شش دهه مبارزه در برابر دو دیکتاتوری شاه و شیخ دعوت حق را لبیک گفت و به همرزمان و همسنگران شهید و صدیق خود و
به شهدای قیام خونبار مردم ایران پیوست. اندوه ناشی از فقدان دریغ‌انگیز یزدان حاج حمزه و جایگاهی که او بین بقیه اعضای شورا داشت را من در میان توصیفات آنها از شخصیت حاج حمزه در تسلیت‌هایشان که به دبیرخانه شورا رسیده است احساس می‌کردم. توصیفاتی همچون رادمرد آزاده، یزدان وارسته و بزرگوارمان و ارزش‌های والایی که در این انسان گرانقدر موج می‌زد، مرد آرزوهای بزرگ، مدافع سرسخت زحمتکشان، یکی از صادق‌ترین، با وفاترین و خستگی ناپذیرترین اعضای مقاومت، انسان شریفی که عمر خود را وقف آزادی مردم ایران نمود، انسانی میهن‌دوست و عاشق مردم ایران، انسانی دانشمند و مهربان و صبور و کسی که عمرش را در راه و خواسته تمام سرداران آزادی خواه صرف نمود. در این ایام صحنه‌های قیام در سراسر ایران گواه استمرار همین مبارزه تاریخی برای آزادی و حاکمیت مردم ایران در برابر دیکتاتوری و وابستگی است. بیگمان ارزش‌ها و فضیلت‌های یار فقید شورایی در میان نسل جوان استمرار و گسترش می‌یابد و همچنان که خواهر مریم در پیامشان گفتند، آرزوی او برای آزادی ایران این روزها در قیام نسل جوان و پرشور ایران و با پیشتازی کانونهای شورشی و ارتش آزادی قطعا محقق خواهد شد. یاد و نامش گرامی باد. فقدان این یار و همسنگر پایدار با ارزش را به خواهر مریم و برادر مسعود و خانواده او و اعضای شورا و مجاهدین تسلیت میگویم. من بیش از 45 سال است که با او در فراز و نشیب های این مبارزه از زمان دیکتاتوری شاه تا به حال در یک رابطه نزدیک کار کرده و ارتباط داشتم. او در پروسه جریان اپورتونیستی مجاهدینی که از زندان آزاد می شدن برای عادی سازی آنها پوشش مناسب کاری و غیره ایجاد می کرد. خاطرات بسیاری از او دارم. در فاز سیاسی در خانه او با شهید موسی بودیم. در فاز نظامی به زندگی مخفی روی آورد و بعد راهی مهاجرت و تبعید شد. اما مهاجرت و تبعید او مثل سایر یاران مقاومت برای جان به در بردن نبود، بلکه راهی بود برای ادامه مبارزه و ایستادگی تا به آخر در راه آزادی و سعادت مردم ایران. یکی از خدمات ارزنده زنده یاد حاج حمزه نشان دادن ماهیت ویرانگر ولایت فقیه و کارکرد آن در اقتصاد ایران بود. او در نوشته ها و مصاحبه ها و تألیفاتی که سالهای زیادی بخصوص درباره اقتصاد سیاسی ایران منتشر کرد، تمرکزش روی موشکافی و افشای رابطه سیاست رژیم ولایت فقیه با رکود و سقوط اقتصاد ایران بود. با درود به یار وفادار و با تعهد به او که تا سرنگونی رژیم ولایت فقیه و تحقق آرمان و آزادی که برای آن جلای وطن کرد و به مقاومت پرداخت لحظه درنگ نخواهیم کرد. درود بر روح پرفتوح یزدان حاج حمزه. با سلام به روح پرفتوح حاج حمزه دوست عزیزم، در گذشت این همرزمم شادروان مهندس یزدان حاج حمزه را که از اعضای پرسابقه شورای ملی مقاومت است، به خواهر مریم و برادر مسعود و همه دوستان و رفقای شورای تسلیت میگم. او همواره در شرایط سخت بود و سازمان مجاهدین و به خصوص ما در اشرف و لیبرتی در محاصره بودیم، پرشور و پرخروش در حمایت از سازمان مجاهدین، در حمایت از اعضای مجاهدین در دوران پایداری پرشکوه سر از پا نمی شناخت. در اشرف و لیبرتی که بودیم همواره این دوست عزیزمون را از
تلویزیون میدیدیم که علی رغم اینکه میدونستیم که مریض بود و دردهای جانکایی داشت، اما همیشه از حق حاکمیت مردم به شدت دفاع میکرد. این روزها که قیام مردم ایران است، اون هم با اون خروشی که داره، میخوام از طرف حاج حمزه و خودم به کانونها و جوانهای شورشگر در ایران درود بفرستم. با اجازه شما من هم به سهم خودم از اون جایی که برادر و همرزم و همسنگر عزیزم مهندس یزدان حاج حمزه سالهای سال همسنگر بودیم با هم و از زندان تهران، از عمومی زندان اوین در زمان شاه آشنا بودم، آمدم اینجا که تسلیت عرض بکنم فقدان این یار وفادار شورای ملی مقاومت رو قبل از همه به مسئول شورا برادرمون مسعود، به شما خواهر مریم و به همه اعضای شورای ملی مقاومت و به سازمان مجاهدین خلق ایران که یار وفاداری رو در کنار خودش داشت و الان این یار پر کشید و به در واقع کنار شهدا و صدیقین سازمان مجاهدین و رزمندگان راه آزادی پرواز کرد. و چه افتخاری برای این رزمنده راه آزادی و این همسنگر ما در شورا بالاتر از این که اینجا در اشرف سه چنین یادی از او گرامی داشته میشه. واقعا من اگر بخوام در دو کلام راجع به حاج حمزه بگم، من اون رو در واقعا پاکی و پاکیزگی سیاسی و سخت کوشی تعریفش میکنم. از همون روز اول تا روز آخر بر مرزهای سرخ نشاه نشیخ قاطعانه ایستاد و یار وفادار مسعود، مسئول شورای ملی مقاومت، در این نبرد پرشور سیاسی بر علیه هر نوع مانع خمینی‌گرا یا شاهگرا یا عناصر ضد انقلابی بود که در مسیر مبارزه و حرکت مردم ایران ایجاد مانع می‌کردن. انشاءالله که روز آزادی در میدان آزادی باز هم روح پرفتوح تو رو خواهیم داشت. درود بر یزدان. خب قبل از هر چیز فقدان زنده‌یاد حاج حمزه، این رو به همه اعضای شورا و قبل از اونها به برادر مسعود و خواهر مریم و به مجاهدین و خانوادش تسلیت میگم. من اولین برخوردم با حاج حمزه در زندان اوین در سال 1350 بود. تصویری که در ذهن من گذاشت به عنوان یک شخص بسیار فعال در تمامی زمینه ها. یعنی اون چی که خاطره حاج حمزه رو همیشه جاودان میکنه، واقعا این رابطه خاص داشت با برادر مسعود و خواهر مریم. در همین جا میخوام به روح پرفتوحش درود بفرستم و انشاءالله که مطمئنم این هماهنگی و این چیز مشترک، یاد مشترک شهدای قهرمان قیام آبان 1398 با مراسم حاج حمزه رو هم افتاد، مطمئن هستم که شایستگیشو داشت و حتما که روی قیام هم تأثیرش رو خواهد داشت. در همین جا به روح پرفتوحش درود بفرستم.